کی قوی تره؟ بهترین نوازبانای تاریخی یا بهترین نوازبانای دنیا؟ سلام و خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. توی این ویدیو همونجوری که بهتون گفتم قراره که با هم دیگه بریم تیمی از منتخب‌های یعنی دروازه‌بانای منتخب بهترین‌های تاریخ، یعنی اونا که دروازه‌بان بودن قبلاً که بهترین دروازه‌بانا بودن توی یه تیم و توی یک تیم مقابلشون هم بهترین دروازه‌بانای حال حاضر فوتبال هستن که دارن الان فوتبال بازی می‌کنن. از قدیم می‌گفتن هر چیزی قدیمیش خوبه، یا این جمله درسته یا که نه. پس سریع بریم سراغ ویدیو ببینیم که این جمله درسته یا نه. آقا من تیم بهترین دروازه‌بانای دنیا رو آوردم توی منچستر سیتی که خودمون حالا منچستر سیتی رو برمی‌داریم چون من اعتقاد دارم به جوانگرایی، و تیم مقابل تیم کلاسیک هستش که توش پوره از دروازه‌بان‌های قدیمی، که این دو تا تیم قراره با هم دیگه بازی کنن. الان می‌بینیم ترکیب رو با هم دیگه چک می‌کنیم که کدوم دروازه‌بان اومدن کدوم نیومدن، کیت کلاسیک هم درست کردم واسهشون، اینورم کیت منچستر سیتی درسته. بریم با هم دیگه گیم پلن رو ببینیم اونور، چون خیلیاتون گفتین که هوش مصنوعی نمیتونه تعویض کنه. من گفتم آقا قبوله، من رفتم واسهشون ترکیب رو طبق اوورالی که داشتن چیندم و همینجوری که می‌بینید الان ترکیب اونا نسبت به اوورالشون خیلی بهتر از ما، چون من هنوز ترکیب خودمون رو نچیندم. پس بریم با هم دیگه ما یه دیدی بندازیم نسبت به بازیکنایی که اووردیم. همه این بازیکنایی که دارین میبینین دروازه‌بان هستن، هم واسه اونا هم واسه خودمون. الان دروازه‌بان خودمون ادرسونه، من ترجیح میدم که اینا رو 4 تا بکشم عقب. خب آقا ترکیبش چیندیم و بریم سراغ خود بازی. بهتون بگم که من قرار نیست بازی کنم، بخاطر اینکه خیلی ها توی کامنت انتقاد کردین که چرا موقعی که من 11 تا رونالدو 11 تا مسی رو روبروی هم گرفتم نذاشتی خود سیستم بازی کنه. بنابر این من میذارم روی حالت لجند، ترکیب اونا رو چیندم، ترکیب اینا هم چیندن، خودشون بازی کنن و من فقط گزارش میکنم. نظرتون چیه؟ بریم سراغ بازی. به نظرتون توی این بازی کی برنده است، کی بازنده؟ پیش بینیتون رو همین الان توی کامنت بنویسین و بنویسین دقیق که به نظرتون کدوم تیم چند میبره. من به نظرم آقا های بهترین های تاریخ اوورال بالاتری نسبت به ما دارن، اما ما میتونیم ببریمشون. خدایی ما میتونیم ببریم، اما آقا به نظر من میگم ما یک هیچ میبریم یا 2-1، یک هیچ یا 2-1. همین الان شما هم پیش میتونید توی کامنت بنویسین. بعد الیور کان رو داریم مشاهده میکنید، اونور هم مندی کاپیتان هست. البته مندی نباید کاپیتان میشد، باید اوبلاک کاپیتان میشد فکر کنم. آقا واقعا باورتون میشه آلیسون بکر از اوبلاک بزرگتره؟ باورتون میشه اینو؟ خب آقا ما خودمون بیایم بیرون. بله دارن میگن شیره اوبلاک شیره، من چجوری میتونم بیام بیرون دوستان؟ آقا من الان یادم نیست، نمیدونم چجوری بیام بیرون. من فقط یه بازیکن میشم توی اینا. هافبک وسط هم میشم، ترشتگن میشم. قبوله دیگه، قبول کنین از من. آقا مشونا ترشتگن توپ رو گرفته، حرکت ترشتگن چقدر کنده، خیلی کندی ترشتگن. ما یکم کشیدیم جلو یه پله، اونا یه پله عقبن. تو برمیگرده میرسونم به ترشتگن میندازه پشت مدافعین. من دیگه میتونم بودن تو پاس میداد واسه پشت مدافعین. الیور کان بالاخره این بازیکن لجند که خیلی هم کارتش طرفدار داره، هم آیکونی که مومنتش، هم لجندش توی بازیکنان پلیر پی اس، هم پی اس موبایل، هم پی اس کنسولی و کامپیوتر. یا اول فصل بگیرینو. اما شلو بلاک، بالاخره یانو بلاک توپ دستش میاد. آقا شما اگه میدونین چجوری میشه من بازی نکنم، چون من یادم نیستش خیلی وقت این چالش رو انجام ندادم، حتما بهم بگین چون من یادم رفته. ترشتگن بنده خدا نگاه کن مثل سگ داره میدوه، داره جون خودش رو گذاشته کف دستش این بشر. بابا اونا دارن مثل یه تیم حرفه‌ای بازی میکنن، ما چرا انقدر داریم بد بازی میکنیم؟ بگیر ایرونو کسافه سر توپ دروازه ما چه ماشاءالله ترشتگن چه پاسی داشت. ترشتگن حرکت کنین به کی دادی اسکل؟ ماشاءالله ترشتگن توپ رو گرفته پاس میده، بده پاس خود ترشتگن. ماشاءالله ترشتگن پاس میده اون وسط، باید یه شوت بکنیم ما دیگه. وای بیا بگی توپشو. ترشتگن پرخورد میکنه وسط و خودش رو میندازه روی زمین، اما زودتر داور سوتو زدش. آقا به نظرتون بازی چند میشه؟ هنوز همچنان 0-0، ما هیچ شوتی نکردیم. من میگم این بازی فکر کنم با تک گل تموم بشه، یا که بره پنالتی. اگه بره پنالتی خیلی حال میده، چون اونجا دیگه کار هر کسی نیستش پنالتی زدن. ماشاءالله حرکت
ماشاءالله پاس تو عمق. ماشاءالله ترشتگن شوت میکنه. یا ابد فضل بگیر این کاسیاسو. برو برو تو پاش. اخ 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 شانس آوردم دقیق نزد آبت‌زاده. مگر پدرمون در میومد. خیلی گاوی آقای دوناروما ببخشیدا. یا اول فصل چه پاس شکاری هم میده. نگاه داره آقای گل بازی میکنه. آهان آهان آه ماشاءالله من دخالتی نکردم. آلیسون بکر ماشاءالله ماشاءالله. آقا دخواه شدم فکر کنم. دخواه رو بردم توپ با تعویض سری. دخواه میادش توپ رو صاحب میشه. خود دخواه دیگه خودتون میدونین. دیگه اسکول نباشین. شوت. دقیقه 86 بازیه. اوهو بزن. وای ماشاءالله چه بازی سازی داره میکنه این دخواه. ماشاءالله خودم. ماشاءالله دخواه. بده خواه بده خواه. اما ماشاءالله دخواه سانت بزن سرو. وای پنالتی کشی. قدرت پنالتی. اونا رو یه لحظه نگاه بکن. ما رو نگاه. برمه بدبخت ها دور هم جمع شدیم. آقا ما شینیم بریم تو دل کار. بریم پنالتی کشی. به نظرتون آقا بازی چند چند میشه؟ من همچنان میگم ما میبریم. او بلاک قراره که اولین پنالتی رو بزنه به اولیور کان جان. آها من نیستم راستی. من خودم رو نذاشتم آقا. اولین پنالتی رو خراب کردیم. فکر کردم خودم باید بزنم. کاسیاس 100% اینو گل میکنه. کاسیاس گذاری بیرون. اما ماشاءالله خب شمیاد همه هم بزنیم بیرون. 100% نویا رو گل میزنه. ببین که گفتم 100 در 1000. ماشاءالله 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 آقای نویر. ماشاءالله اعتقاد داشتم بهت. اعتقاد دارم و اعتقاد خواهم داشت. آقای نمیدونم کیه هره که اولیور کان بزنه. ماشاءالله اولیور کان کیه؟ یان اوبلاک گرفت تو پو. آقا ما همچنان یک بر هیچ جلویم. اگه همین نتیجه پیش بره من درست گفتم. شماره 11 مون نمیشناسم. با پای چپ گرفتش اولیور کان. اسکول نباید آروم بزنی. دروازه اون پرتغالیه بود. فکر کنم اینو گل بخوریم. ماشاءالله یان اوبلاک. ماشاءالله ماشاءالله آقا دخا گل میکنه. من میگم دخا میزنه سمت راست پایین. سمت راست پایین میزنه دخا. منم که اسکولمو. آقا من میگم بیا بزنیم این برش. بیا بزنیم این بر. آماده ای؟ گلو خوردی. آماده ای؟ گلو خوردی. 100% گلو خوردی. حال کن. هر چقدر دروازه‌بان قوی باشی مقابله. آقا اینو پنالتی آخره. این رو ما گل نخوریم تمومه. گل بخوریم هم دیگه نباید بخوریم. یا اول فضل یا علی برو تو کارش. همچنان نتیجه من درسته. من گفتم 1-2-1. آخره این پنالتی جردن پیکفورد قراره بزنه. آقا اولیور کان روی خط دروازه این ورونور میشه. صدای تماشاچیا بالا میره. پشت دروازه همه ایستادند. ببینیم که چه خواهد شد. من سیتی شماره 12 جردن پیکفورد گرفت. آخرین پنالتی واسه تیم منتخب تاریخ. صدای تماشاچی‌ها بسیار بالا. اگه این خراب بشه ما بردیم و نتیجه‌ای که من گفتم درست در میاد. گن زدی. آبادزاده زهره خودش رو ریخ. ببینیم پنالتی تا کجا کش پیدا میکنه. یا اول فصل گول. ماشاءالله آقا سمت راستش ضعف داره. اولیور کان سمت راست زمینی ضعف داره. اینو بگیریم تمامه. یا خدا یا بهترین پنالتی بود که زد. چقدر خوب زد پدر سوخته. همچنان پایا پای نفر یکی باید پنالتی بزنیم. این پنالتی که اسکول آخه کدوم آدم خنگی میاد وسط میزنه جایی که دروازه‌بان اولیور کان واساده. حالا ما این رو بخوریم تمام کارمون. وای 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 وای
باختیم در عین ناباوری، چه کامبک خوردیم تو پنالتی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارین که از این نوع ویدیوها خیلی بیشتر بذارم، حتما توی کامنت ها بگین لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب. فراموش نشه که باعث انرژی، حتما اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکا. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.